سلام. از این قسمت در واقع بیشتر وارد مرحله عملی میشیم در مورد کارتون مطبوعاتی. شروع میکنیم مثل هر چیزی با وسایل لازم که خیلی ساده است. من تصور میکنم همه میدونید مداد هست، پاکن، مداد تراش طبیعتاً، انواع اقسام ماژیک یا میتونه جوهر باشه. اینجا من ماژیک خیلی نازک دارم، بعد متوسط هستش و بزرگتر. لایت باکس هست. این لایت باکس برای موقعی هستش که میخوایم اتود بکنیم، اسکچ بسازیم و از روش کاغذ بذاریم و کپی بکنیم و ترمیم بکنیم. این کمک میکنه ما. اگر ندارید یه جایگزین خیلی خودمونی داره، بهش میگیم پنجره. اونم فقط در روز میشه استفاده کرد که میتونین کارتون رو با چسب بچسبونید روی پنجره، کاغذ جدید رو بذارید روش و از روش بکشید. که این کار رو ما زمانی که لایت باکس هنوز نداشتیم استفاده میکردیم. متاسفانه شبا قابل استفاده نیست. و طبیعتاً خبر برای کارتون، روزنامه، مدیا، استفاده از خبر، فکر کردن به خبر، تحلیل کردنش و پیدا کردن بهترین راه انتقال این خبر از طریق کارتون. بعد شروع میکنیم اتود کردن، کپی کردن و وارد مراحل اجرایی نهایی میشیم. در این قسمت میخوام در مورد المنت های جهانی و المنت های منطقه ای صحبت کنم براتون. تمایی هستن در کارتون مطبوعاتی که تمای جهانی زمان و مکان خاصی ندارن و همیشه کارتونیست ها با این تما سر و کار دارن. همه جا قابل چاپه و به مسائل روز صرفا مشغول و وابسته نیست. نظیر مسئله محیط زیست، مسئله فقر هستش. فقر چیزی که همیشه انسان باش درگیره و دربارش صحبت میکنه که المنت های مختلفی رو میشه براش در نظر گرفت. حتی اگه بخوایم به عنوان لوگو بهش نگاه بکنیم، میتونه یه وصله نشون دهنده فقر باشه. مسئله محیط زیست هستش. در مورد محیط زیست سالها سر صحبت میشه و سالهای دیگه هم صحبت خواهد شد. مربوط به یک کشور یا منطقه خاص نیستش. محیط زیست که بیشتر البته توجه ما به نابودی محیط زیست هست تا خود محیط زیست. این رو مثلا میتونیم تصور کنیم که با یه ماهی مرده نمایش بدیم و البته میتونید خودتون فکر کنید چه نوع المنت هایی میتونید استفاده کنید، ولی برای همه دنیا قابل درک و فهم میتونه باشه. مسئله عدالت هست که بشر همیشه بهش مشغوله، به یک کشور خاص و زمان خاص باز ارتباط نداره. میتونیم خیلی ساده عدالت رو با یک ترازو نمایش بدیم. بی‌عدالتی رو هم طبیعتاً با جابجا شدن این وزنها میتونیم نشون بدیم. مسئله تکنولوژی است. تکنولوژی و وضعیت بشر در مقابل تکنولوژی، چیزی که الان بیشتر از چندین دهه است توی کارتون مرتب داره تکرار میشه. نمیدونم، شاید با یه چرخ دنده به عنوان صنعت یا تکنولوژی بتونیم شروع بکنیم. مسئله اقتصاد هستش. اقتصاد همیشه موضوع قابل صحبتی هستش. میتونیم با یه اسکناس شروع بکنیم همیشه و چیزایی از این دست. بعد طبیعتاً احتیاج به شخصیت داریم. شخصیت هایی هستن که جهانی هن. برای کسایی که شاید کمتر با طراحی آشنا باشن نمونه سادهی میزنم. چیزی که ما از قدیم بهش میگفتیم چشم، شش دو ابرو، سر، بدن، پا و دست ها. این یه آدم نرماله. برای یه آدم چاق طبیعتاً پاهای کوتاه‌تر، دستای کوتاه‌تر، اینا همه میتونن به فربه بودن اون آدم کمک بکنن. اینا رو ازتون میخوام که تا جلسات بعدی که شروع میکنیم به طور مستقیم مخصوصا تا یه ورکشاپ ها کار بکنیم با هم دیگه، خواهش میکنم که مراجعه بکنید به کتاب ها، به اینترنت. چیزایی که میتونید از طراحی انسان یا طراحی اشیا یاد بگیرید اینا رو انجام بدید. به کارتون ها نگاه بکنید، ببینید برای هر موضوع جهانی چه موتیف هایی رو استفاده کردن، چه علائمی رو استفاده میکنن، چطوری اینا رو استفاده میکنن و روی اینا تمرین بکنید. برای خودتون یه پوشه بسازید
و اینا رو تمرین بکنید. در مورد شخصیت ها میرسیم به شخصیت هایی که میخوان نمایشگر فقر باشن. فرض کنید آدمایی با کله گنده، تن نحیف، شکم باد کرده، زانوهای برومده، آدمای فربه، طبیعتاً گردنه کلفتر، دسته کوتاه. توجه میکنید؟ این در واقع همه اینا پوششی روی همون چشم دو ابروی همیشگی هستن. میتونید روی لباس ها کار بکنید، ببینید چه نوع لباس هایی رو آدم ها استفاده میکنن، اینا رو توی کارتون مورد استفاده قرار بدید، روی اینا مطالعه بکنید، بررسی بکنید. اینا تمای جهانی هستن. بعد تمای منطقه‌ای داریم. فرض کنیم به طور مشخص در مورد کشور خودمون وقتی کار میکنید، اونجا مسائل متفاوت هستش، جغرافیا متفاوت هستش، شکل ابرها متفاوت هستن، آدم ها متفاوتن. میتونید شروع کنید بررسی کنید روی صورتایی که کارتونیست تا الان از آدمای ایرانی طراحی کردن، معمولا چه جور خاصیتایی داریم، چه چیزی از آدما رو شما نیاز دارید استفاده بکنید. روی موهای مختلف میتونید تمرین بکنید، روی لباس همونطوری که گفتم، روی بدن، روی بینی. ببینید اینا باز همون ادامه همون چشم دو ابروه، اینطوری که من میتونم بگم که فقط مرتب بهش المنت‌های دیگه اضافه میشه تا اینکه نزدیک بشه به چیزی که به شما کمک میکنه بتونید موضوعتون رو به بهترین شکل تعریف بکنید. دیگه نکته‌ای که در این مورد میتونم بگم مسئله استفاده از تکنیک هستش و کادر بندی، که تصور میکنم که اینا رو در طی ورکشاپ بیشتر باید روش کار بکنیم، چون اینجا این ویدیو خیلی محدود هست و فقط به تیترهای اصلی رسیدگی میکنیم. ما مسئله ترس از تکنولوژی هستش. ترس یه بخش بزرگی از فعالیت‌های بشری رو زیر کنترل خودش داره. بنابراین فرض کنید چارلی چاپلین توی فیلماش به مسئله استفاده کرده از تکنولوژی با این المنت، و آدمایی که گیر میکنن بین این چرخ دنده ها و له میشن و غیره. پس اینجا میتونید المنت های منفی رو در واقع میتونید با استفاده در کنار هم گذاشتن المنت های مثبت یا المنت های عادی میتونید از تضاد اینا موضوعات منفی رو بکشید بیرون و نمایش بدید. من تا این قسمت اینجا رو بس میکنم و وارد مرحله ورکشاپ و همکاری با هم که میشیم اینا رو گسترش می‌دیم و درباره‌شون عملاً کار می‌کنیم.